ایران در آینه جهان. هروه سولیناک، نماینده پارلمان فرانسه: چه با شکوه است احساس و عزم برای دور هم جمع شدن رئیس جمهور مقاومت و ژیلبرت میتران برای دفاع از آرمان مردم ایران در برابر رژیمی که هنرمندان و تمامی مدافعان آزادی‌های اساسی را به اعدام محکوم می‌کند. سناتور مارکو روبیو، عضو مجلس سنای آمریکا: یکی از اساسی ترین غرایز کسانی که در هر کجای دنیا به قدرت میرسند ظلم و ستم بوده است. دلیل این که من با آن اشاره میکنم این است که به مشکلات دنیای امروز نگاه کنید. پشت این همه مشکلات چیست؟ اگر به خاورمیانه بروید میبینید که ایران و جنگ طلبان افراطی مشکل هستند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: اظهارات مبهم و پراکنده مقام‌های ایران در مورد توانایی ساخت سلاح اتمی اشتباه است. در هفته‌های اخیر چند مقام ایرانی هشدار دادند که تجدید نظر در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی محتمل و قابل تصور است. چنین اظهارات مبهمی درباره توانایی تولید سلاح اتمی باعث می‌شود بازیگران دیگر بر مبنای آن برای آینده برنامه‌ریزی کنند و می‌تواند باعث افزایش تنش شود. مدیر اجرایی آرتیکل 19 در آمریکا: بناوری‌های ارتباط اینترنتی ایالات متحده برای مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی برای گزارش و مبارزه با سیستم‌های سرکوب آنلاین و آفلاین جمهوری اسلامی کلیدی است. امیدواریم شرکت‌های فناوری از این قانون فدرال پیروی کنند. این خدمات ضروری برای جامعه مدنی را تنظیم و محافظت می‌کند.